آقا سلام علیکم. سلام. همش کلک این بامشاد ساعت بودم. خودم بامشادو دیدم سر و مرو گنده. کلکو زدن کار از چنگ در بیارم. گفتی به همه؟ نه. چیو به من گلکی 2 میلیون دادم به هیچ کی نگم. حالا اگه تو میخوای بیشتر بدی باشه، اصلا مسئله اینو میرم میگم. چی مالا پولم رام نیست که. همون کلید ماشینو بدی حل. کلید ماشینو بدم حله. ساعت از ساعت چون میدونی من حاصل دستنج خودم میخورم. این کلیدو میخورم. آره حاصل دستنج خودمه. خب چیکار کنم ولی کلید ماشین بدم؟ ماشین کجاست؟ قول میدی؟ آره. خب دستمو واسه کن کلید ماشین بده. نمیخواد بزنم. دستمو واسه کن کلید ماشین. دست نمیخواد. حالا همینجوری باش من میام. خدافظ. دستمو بیا واسه کن. نمیخواد با. این نامرد دست ای ای. خوب گوش کنی. من رفتم همه چیزو به اردل گفتم. الان اردل همه چیزو میدونه. تو که خب ما رو بیچاره کردی کوروش. هنوز بیچارتون نکردم. چون فقط به اردل گفتم. خب اون میره به همه میگه. بقیه حرف اردل رو گوش نمیکنن تا من نرم بهشون بگم که آقا واقعیت اینه ها. به بقیه که چیزی نگفتی، یعنی نمیخوای بگی که چرا نمیخوام بگم. اردل به هر حال قراره ماشینشو به من بده تا من هر چی میدونم برم به بقیه بگم. البته خب اگه شما بیشتر هوای منو داشته باشی منم بیشتر هوای شما رو دارم. ببین کوروش، تو هی میخوای ما رو سرکیسه کنی، هی از ما پول میگیری، آخرش هم میری ما رو لو میدی. ببند دهنتو، مثلا که نمیدونی با کی داری حرف میزنی، حواست نیست ها. آی جابری، نگو مرش خانو، نگو آی پشندی، نگو هرچی بخواه نگو بابا تو دنده ای؟ سرم بله در سرم الان باز زخوندر، مگه تو نمارده بیدی؟ چرا؟ اصلا معلوم هستی تو چه خبره؟ یه لحظه اجازه بدیم به من تشریف داشته باشی؟ الان من همه ماجرا رو براتون توضیح میدم. این ساعت منو اغفال کرد. نه همش دست من، اصلا تو زندگی خودم بودم. این نامرد منو اغفال کرد. همش تقصیر این بود، من گناهی ندارم. آها آها، بامشاد زنده است بابا. یکی به داده من برسه. های پیردوز، آهای پایپ. ببینین آقای بامشاد، این خیلی اصلا موضوع عجیبیه. شما باید همه چیز از اول تا آخر برای ما تعریف کنین. من 100 بار برای این کوروش تعریف کردم. کوروش تعریف کن دیگه تو. ببین بامشاد، تو باید همه اینا رو یه بار دیگه تعریف کنی، به خاطر اینکه ماها دلمون میخواد بدونیم که چی شد که تو مردی بعد دوباره الان چی زنده شدی. خب پس لطفاً یکم عقب‌تر برید، چون میخوام براتون این یعنی اون صحنه رو بازسازی کنم. اون روز من توی خونه تنها بودم و زیر لب داشتم آوازی رو میخوندم. چه آوازی رو میخوندی؟ بی وفایی، بی وفایی. من نشونت میدم باش. داغون شده بی تو همین بی وفا بودم که به ناگه در زدن. بعد ببخشید لطفا همه بیاید این وقت تا اون بر من بازسازی کنم. برو خوش بام شو سن و سالی گفتن. بعد ناگه در زدن، من در رو که باز کردم دیدم ساعت با یه چوب داره طرف من حمله میکنه. تو زیراب منو میزنی نه؟ کی؟ تو میخوای جای من کارگردان شیاره؟ میدید واقعا راستاسی زد و من دیگه مردم. اردی خان ببخشید، شما واقعا یه قاتلی. من چی معنیش نیستم که لیلی بلالت بذارم هی پروانه واسه هوا کنم. منم حساس دیگه، از خجالت جلوی ددیم نمیتونم سر بلند کنم. هی میره و میاد میگه اگه این اردی علاف و بیکاره در عوض زندگیشون پروانه ای از زندگیشون راضین، ولی توتی میگه دختر بزرگ کردم دادم دست یه قلتک. خانم کاهش میکنم شما حرفای اون ددی رو تکرار نکنید، شما دارید شخصیت منو خرد میکنید.
من که هر روز دارم میرم به خاطر یک شغل آبرومند و پیدا کردن یک کار خیلی خوب جانفشانی میکنم، زحمت میکشم. بابا عجب رسمی. شما هر روز روز به روز شکم گنده تر میکنی بامشاد. واقعا زشته. زنی گفتن، مردی گفتن. از روز اولی که من یادمه مردا میرفتن سر کار، زنا میموندن توی خونه. میشنوی بامشاد؟ یعنی اصلا خودش خجالت نمیکشی؟ میدونی چیه بامشاد؟ اینو یادت باشه. دیگه از پول تو جیبی خبری نیست. از این به بعد من از تو پول تو جیبی میگیرم. فهمیدی؟ ناسلامتی مردی. مرد پول تو جیبی به زنش میده. نه اینکه زن پول تو جیبی به مردش بده. فهمیدی؟ دفعه آخر بود گفتم بامشاد. تشریف میبرین ریاست شرکت؟ نه خیلی، تشریف میبریم صادرات وادرات شما. میگم به من گفت مرد بیکار شکل سوسک پردار میمونه. گفت برو بیرون، تو که خونه هم نمیای تا دست تو جیب خودت باشه. منم گفتم دیگه یه قرون بمیرم پول نمیگیرم از تو. آره، به منم گفتش که به جای آواز خوندن این چیزا برو کار کن، برو نون در بیار. صدای مثل آژیر آمبولانسشون رو شنیدم میومد. درست صحبت کن. با من در نیوم. سلام علیکم. سلام علیکم. در این روز دلنگیز زمستانی چرا دعوا، چرا قهر؟ بابا منو انداخت بیرون، گفت برو گم شو رو پای خودت واسا دیگه. چی بیچاره چیکار می‌کنی حالا؟ الان می‌خوام برم بودایی جی جی ماهیگیری. چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم؟ بریم ماهیگیری. برو گیدم. باشه برو میزنه. دل من از گسته دارون. بس بابا، بس تو برکه دیدی نطخت واز شد، حوصله ندارم. من خسته شدم از این زندگی، از همه چی خسته شدم. نمیخوام دیگه سربار کسی باشم، دیگه نمیخوام این لکه ننگی شدم که باید پاکشم و خودم رو میندازم تو همین دریاچه غرق شم، برم کف آب. شلوغ نکن بابا، تو که غرق نمیشی آخه، تویوب میمونی رو آب همینجوری. اتفاقا هر شیء سنگینی به کف آب میره. حواست باشه منو تحقیر نکنی ها. اصلا هر چی میکشیم از دست این کوروش و اون باباشه دیگه. الهی نمیدونم قبض آب، قبض برق، کرای خونه، چه زندگی. آخه اصلا یه مسئله، چرا من باید پدر به این پولداری داشته باشم؟ شما پدر به این پولداری داشته باشم، اون وضعمون این باشه. ها؟ بله. واقعا آن کسی که مرا روح و روان بود، پدر بود. بیشیم بینیم بابا، تو هم رفته دختر آقای مایدار رو گرفته، اون وقت تازه واسه ما دخترنیمش هم باقیه. بار بینیم. اونا که نم پس نمیدن بابا. نم پس نمیدن دیگه، چیکار کن؟ نم پس نمیدن عزیزم. بله. الان آقا به عنوان نمونه، من الان یه مدت به پدر میگم 150,000 تومان به من پول بده، با جی جی بریم خارج بیزینس کنیم. با 150,000 تومن بری خارج بیزینس کنی؟ بله. تازه 150,000 تومن میبری 300,000 تومن برمیگردونی. یعنی 150,000 تومن سود میکنی. 150,000 تومن داری؟ من تا حالا خارج نرفتم. نرفتی؟ من نه. ندارم. من 150,000 تومن. تو 150,000 تومن داری؟ نه منم ندارم. پس بیوفا رو بخون. همینجا بهت مرد بیوفا رو بخون. چیزه، برو به عیالت بگو، منیجه خانم بگو پول بده شرط داد. تو چرا نمیری به عیالت بگی مجده خانم پول بده؟ خب اینکه نمیشه. خب چی میگی پس؟ اصلا این کارا احتیاج دارم. من میرم پولو بر میدارم از تو خونم، به کسی نمیگم که. پولا رو میرم بر میدارم. من احتیاج دارم. پول مال من. پول خونه بدون اجازه بر میداری؟ بله. یعنی چی؟ این کار دزدیه. بله. بارا ببینیم بابا، پول مال منه. یعنی من تا یه مدت زودتر، یعنی دارم میرم زودتر پولمو بر میدارم. اصلا مسئله نه آقا، این کار اسمش دزدیه زشته. بابا چرا حالیتون نیست؟ پوله مال شماست. یه خورده زودتر داریم برش میداریم. پول خودتونه. میفهمی؟ چی میگی؟ تا هی دوزیه دوزیه حرف میزنه. خب چیه پس؟ بابا جان بر میداریم، بعدن میاریم میذاریم، وقتی دو برابر شد سر جاش. سوغاتی هم برای خانممون میاریم دیگه. میذاریم سر جاش دوباره. آره. افتاد الان. راست میگی الان. قبوله؟ قبوله. بریم همین کارو بکنیم. همینه. بریم. در رفت.
خیسی بابا. سلام به همسر مهربان تر از جانم در این آسمان. سلام بامشاد. مانی مانی که همین الان پولی که داشتم دادم این یارو ماهیانه خواست. بامشاد درست متوجه نشدی؟ پولو بده به من. آخه کجای دنیا دیدی که روز اول کاری از آدم پول بگیره؟ مگه شما کار پیدا کردی؟ بله. میتونم بپرسم چه کاری؟ در خارج یه کار خیلی خوب. در خارج یه کار خیلی خوب؟ مبارک. کجای خارج؟ بله خارج دیگه. الان امشب ساعت یکی شب بعد برم برای مصاحبه. آهان چه کار بامزه. یکی نصف شب تشریف میارید مصاحبه؟ آره دیگه. ببین چون ساعتهای کاری یعنی یکی شب اینجا چون یکی ظهر اونجاست به این دلیله. واقعا جالبه. خیلی بامزه. بله مامشان. بله یکی نصف شب تشریف میارید مصاحبه؟ بله بله دیگه. عیال حالا که روز اول کاری میدارم میرم سر کار یه سر پنجاه تو هم به من بده که بامشاد تو کار به این خوبی داری. قراره بری خارج یکی بعد از نصف شب مصاحبه داری. برو اون 150 تومن از آقای رئیست بگیر. اذیت نکن دیگه بابا. من اذیت نمی کنم بامشاد. تو داری اذیت میکنی. یه سر پنجاه نمیدی الان یعنی یه چی پول از آقای رئیست بگیر. خیلی خوب باشه. خیلی خوب باشه. شام داریم چیزی؟ شام میل میکنی؟ یه ذره بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش نه اول آیاد نه بابا. شبکاری اردل؟ چرا شبکاری؟ چیزه من این ببین این کارخونه ای که من در واقع توش استخدام شدم نیست تولیدش بالاست. من شدم مدیر عامل شب کارخونه. اردل اون وقت خسته میشی شبا بری سر کار؟ خب من وقتی که خسته بشم به زندگی مشترکمون و تو فکر میکنم خستگیم در میره. اردل چه رومانتیک. وای بله بله میگم که یه 150 اردل. ولی من از اون اولش میدونستم که تو از اون مردهایی نیستی که دستتو به روی خانواده زن دراز بکنی و پولی بخوای. میدونی من به تو افتخار میکنم با اینکه دادی همیشه میگفت که تو چتر بازی ها. ولی من هرگز باور نکردم اردن. ببخشید وسط حرفت. 150 چی؟ میگفتم 150 میلیون سال پیش. شما تصور کن این همه دایناسور زبون بسته ها اینا منقرض شدن. آی من دلم میسوزه برای اینا. اردل تو واقعا قلبت از جنس بال پروانه و برگ گله. میگم شما مطمئنید ما داریم کار درستی میکنیم؟ آره با سیاوش. آره بابا مگه ما قرار نیست ارث ببریم؟ آه پش پش داریم مساعده میگیریم. گرفتم الان چی میگه بابا. اصلا شما فکر کنید چه سوغاتی هایی قراره برای خانمتون بیاریم؟ آره آره اصلا این کار پولشونو میذاریم سر جا. جاش اینم هست. اصلا برای خودشون این کار رو انجام میدیم. حالا اون این تو بیا این کار رو بکن چیه که قدر رو بدونه. حالا کاش قدر به قدر نمیدونن. بشت من این تلاش رو میکنیم قدر. ای وای بشت میرم ساکه برو میرم. کو کوکو؟ کوکو چیه؟ دستشویی کو. ما رو با یه ماکی رو بردیم حقگیری. بابا من بلند پولش کجا میذاره؟ کنش که تو هم بلند شدی؟ بابا هی میگم چایی به من آخر شبی نده من دیگه. چشم پدر جا کوشن یه خورده مشتمال بده یه خورده ما هم درد دل کنیم صحبت کنیم بلکه خوابم ببره. آخه
کارش کنم؟ هیچی نیست پدر جان، هیچی نیست بخواب. کوروش جان، وضع مادی خیلی خرابه کوروش، خیلی خرابه. بله. در مغازه که پرنده که پر نمیزنه که. ببین این دوربین هم میاد یه سکانس میگیره و هی میره. ببین این مستجر هم که یک قرون پول به ما نمیدن که. بله. دلم هم که نمیاد بیرونشون کنه. اب نداره پدر جان، اب نداره، گناه دارن، اب نداره. با من نفهمم تو چته ها. تو پری روز میگفتی با تیپا بیرونشون کن کوروش. میگفتی یه مستجر برد بیار که یک دختر داشته باشه منم داماد بشم. حالا میگی که گناه دارم. تو اینا رو گفتی؟ ما بداره چرت و پرت میگه خواب. پدری از تو داره رفت. اب نداره پدر جان، بخواب اب نداره. ببین کوروش جان، جون اینا گناه دارم. من تازه بهشون اونس گرفتم، عیالوارن، تفلکی هستن، پول ندارم. من اگه پول داشتم به جان خودت کوروش این اجاره ماهیونه رو هم اینا نمیگرفتم. من اینقدر اینا رو دوست دارم، اما چه کنم چه کنم که دستم خالیه. ببین تو هم که سر کار نمیری که، دل به کار نمیدی که. منم بخ صبح به صبح که میرم بیرون اگه یه هزاری تو جیبم بود، اگه یه هزاری تو جیبم بود خوب چیکار کنم؟ آنه قرونه این که باید یه پولی بهش داد که بابا یه پولی بذاریم اینجا بریم اصلا. سری بیرون بابا، بری بیرون نقشه بکش. آه نه آقا ساکت خوابیدن همه ساکت خواب، ولش کن. تو زامن میشی که ما رو نندازن بیرون. آره تیپا بزنن به ما. تیپا که نه، که مستجر بیارن دختر داشته باشه که تو دوماد چی؟ دوماد کیه؟ نه آدم حسابی باشن. چایی میدی به بابا؟ چایی تو استخر خفت میکنی. من یه چیزی فقط بگم، اگه قانع نشدین اون وقت هر کاری دلتون خواست بکنی. من فکر میکنم اگه من بگم ببخشید شما تو تمومه ها. سرمز کردم ایال. سلام، مصاحبه قبول شدی؟ مرحله اولشو بله، حالا مونده مرحله دوم که کن. آخی واقعا خسته نباشی بامشاد، من نمیدونم به خاطر این زحماتی که به خاطر منو زندگیمو میکشی به چه زبونی باید ازت تشکر کنم. یه نصف کافه بدید تلخ، تشکرتونی. آهان، پس من یه دونه چایی برات میارم. باشه، خواهش میکنم. کجا بودی؟ بله من سر کار بودم پدر جان، علایزه بدیم. چه کاری؟ هیچ، من شدم مدیر عامل کارخونه شباش منتها، میرم سر کار. مبارکه. علایزه بدیم. چقدر حقوق میگیری؟ بله چقدر حقوق میگیری؟ من 400 500 تومانی میگیرم. خوبه خوبه، حالا شدی مرد. بله قربونت برم. آخ پدر جان، پدر جان یه 150000 تومان داری به من بدی؟ 150000 تومان؟ آره آره دارم. داری؟ میدی به من؟ نه. چرا؟ خب به تو پس میدم آخه. نه نه نمیدی؟ خب برو من دستشویی برم. برو شما، شما برو. خیلی خوب، حاضری؟ آره. ببین میگم من خیلی مطمئن نیستم پولاشو همونجا بذاره.
خیلی مطمئن نیستم و خوب اومدی. اینو خوب اومدی. دیگه داری ناامیدم میکنی اینو. چرا؟ کمدی که همیشه درش قفله و کلیدش همیشه تو گردن پدر شماست، صد صد پول توشه. آره؟ آره؟ آره، آره، این اتفاقا ما خونمون هر موقع من میدونم چیزی تو یخچال هست درش رو قفل میکنه خانومم. خب پس حل دیگه. خب چیکار باید بکنیم؟ خب ببین، میریم سه نفری تو. تو موقعیت یکی، بامشاد موقعیت دو، من از موقعیت سه خودمو میکشم تو، میرم کلیدو از گردن پدرت باز میکنم، میام خودمو میکشم تو موقعیت یک. تو از موقعیت یک داری پوشش میدی موقعیت دو رو که ایشونه. حالا من وامیستم تو موقعیت یک، هر دوتون رو پوشش میدم، تو میری تو موقعیت دو، از اونجا پشتیبانیتون میکنم، بامشاد میره تو موقعیت چهار، پولو از تو صندوق بر میداره، میاد تو موقعیت سه، با هم میایین همینجور که من دارم پوششتون میدم تو موقعیت یک، از اونجا میکشیم تو موقعیت چهار، میایین بیرون. فهمیدین؟ نه نه نه. ببین بلش کن، میریم تو، کلیدو برمیداریم، میریم پولا رو برمیداریم، میایین بیرون. فهمیدین؟ گرفتم الان. گرفتم. آره الان گرفتم. نمیخواد. میگم که من یه ذره همینجور استرس دارم، هیجان دارم. نداره الان من استرسی تو خوب میکنم. بیریم وطن دارمه. بریم. خب فقط یه مسئله ها. بابات بیدار نشه. بابام اون دیگه دست من نیست. نه دیگه، اگه بیدار شد میکشیمش. آره دیگه منطقی. بابای منو میکشی؟ نه بابا، دارم شوخی میکنم، اصلا خواستم هیجانو اینا ایجاد کنم. بریم. بریم. اردل، حالا برو گردن بند و این یکی هم بازش کن از گردنش. من برای چی باز کنم؟ خب خودت باز کن. حرف نزن، من نقشه رو کشیدم. خب من میگم تو باید بری باز کنم. خب من چرا باز کنم؟ اصلا بامشاد باز کنه. من چی بابای توه؟ من اصلا دستم بنده. بیا این منطقی میگه، برو باز کن. برو. همیشه من بچه هستم نامرده. برو بیدار نشو. چیه؟ گیر افتادم. چیه؟ گیر افتادم بابا، تو جمع کن. دستت گیر کرد؟ آره دستم گیر کرد. خب بیا بریم. ما بریم. بیا منو این میریم. کجا رو بریم؟ این بیدارشه میکشه هممونو. منو این رفتیم. خیلی نامردید. منو اینجا درست دید. من تنها اینجا چیکار کنم؟ نه عزیزم، عوضش تو به عنوان انسان فداکار میمیری. خیلی نامردی. حالا که اینجوریه هممون خیلی چیز میمیریم. ببینید. بی وفا! اینجا چه خبره؟ هیچی پدر جان، شما داری الان خواب میبینی؟ خواب میبینه؟ آره مگه نه؟ بله تو خواب هم من قیافه نستم که بارو ببینم. آره لو 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 بریم سراغ صندوق. یه پولدار شدیم ما با بالون مسافر. کلیدو بده من، خودم باز میکنم. چیکار داری میکنی شما؟ بابا شما اینجا چیکار میکنی؟ من؟ بله. چه چیزها؟ شما چیکار میکنی اینجا؟ چه چیزی من؟ شما هنو داری خواب ببینی؟ خواب می‌بینم. اگر این سعید نبود، بله من بیدار نمی‌کرد، خواب می‌بینم. تو گفتی شما جور کشم دارین صندوق من رو دارین بولا جمع می‌دازی بری. تو گفتی سعید نبود. تو ببینم، تو اصلا اینجا چیکار می‌کنی؟ تو قرار نبود توی سکانس باشی که. اگه به شما بود که قربان، من همین یه سکانس هم بازی نداشتم. من از آقای پشندی خواهش کردم، گفتم اجازه بده بیام تو این سکانس، عوضش منم شما رو لو دادم. آقای پشندی اجازه بده تو بیای سکانس، من کارگردانم. کارگردانی؟ دزدی تو؟ بله، شما هم کارگردانی هم دزدی میکنید. بله جاسوس؟ نامرده. میذارم این بالا. بریم بالا! پوله میرسیدیم.
آقا من میگم این... من میگم که این یارو این چیزو ساعدو بیندازیمش بیرون، بینداز بیرون، بیچاره کارگردانی دیگه. راست میگه دیگه، یه یارو دیگه رو دارم میکنم، عشق کن بره دیگه. دست من بشکنه که نمک نه، دست من چرا بشکنه؟ الان میرم گردنشو میشکنم پرتش میکنم. بلش کنه یارو که دیگه پول نمیشه برای ما. چیکار کنیم الان؟ چه میدونم؟ تقصیر توه دیگه، این نقشه های احمقانه رو مطرح میکنی. چیه؟ به من چه ربطی داره؟ چیه؟ استخر من چقدر دارم پول میدم من دوبار برام تو استخر اینجا سر اومد میخواین منو زایی کنین اون دیگه بخندم نه دیگه نه دیگه یه بار دیگه که تو آب استخر خفه شدی اون وقت میفهمی دیگه برای چی چیکار من چه خبره اینجا؟ تو حق نداری بمیری حق نداری گفتم اینجا چه خبره؟ چه مرگتونه دوباره؟ این یه ذره حالش بد شد این چیزش این قلبش مثل آره ما اینه داریم برش میگردونیم به زندگی چه شده بگه؟ بامشاد چی شده؟ بله؟ چه شده بامشاد؟ این روده هاش پیچیده به هم زده به قلبش بله خواهجا چرا به من قبلا نگفتی؟ آخه چرا نگفتیم؟ بدونی برای که مشکل هزینه داریم هزینه عمل آها هزینه عمل باید مگه عمل بشه؟ بله بله باید عمل بشه خب باری عمل کنی؟ خب همین هزینهش نیست پول نداریم مگه چقدر میشه هزینه؟ میشه چیز میشه 350,000 تومان 450,000 تومان آه همون یعنی 450,000 تومان اینکه چیزی نیست بابا من میدم که راست میگی؟ پاشو ببری عملش کنی بابا من میدم مشکلش حل میشه دری جان فقط خواهشن به ایارم با جیلی نگی اون روحش لطیفه میشکنه باشه خیالتون راحت پاشو پاشو بعد داری بری ببری عملش کنی حزینه شو پاشو بله بله چشم پاشو بیای پول جور شد بلش بلش الو جی جی جان بله پس حل دیگه همون ستا بله پرواز کیه پرواز آها آره اینو خوب اومدی اینو خوب اومدی آره پولم 10 دقیقه دیگه دست تمومه قربان تو خداحافظ آه چه خوش بگذره آره با بالون اینجوری سلام علیکم بفرمایید چاره کرد آخه بچه‌ام نگاه کجا دردی میکشه پدر جان هیچی نیست ببینید ما به محض اینکه پول عملو بدیم عمل بشه از اولش هم بهتر میشه اگه پول اگه حاضر هست بیا این تو من یک دکتر آشنایی دارم رفیق منم متخصص پیچش روده که میخوره به آشنا اثره گفتم که برم اونجا یک ساعت نیم ساعته عمل میشه نیم ساعت دیگه عمل میشه خیالتون تخت چرا رو کار میکنی؟ ببرینش کیا؟ ببرین همینه دیگه کجا؟ هر مشکلی داشتی بابا رو پدر زنت حساب کن خدا حافظ خب حالا 300,000 تومان احتیاج داری الان من یه نقشه ای دارم که این نقشه رو برات میگم ببین تو موقعیت یک نقشه باز نقشه رو گوش کن نقشه رو گوش کن کوسه یواش بابا بابا بگم هر ده بله تو هیچ شده اینجا ماهی بگیری؟ نه نه؟ هیچی؟ نه کوروشی کوروش؟ نه ببینم اصلا اینجا ماهی داره؟ ماهی داره خب معلومه ماهی نداره نداره؟ نه پس تو منو مسخره کردی؟ 60 برنامه منو میشونی خودتون هم میشونی که چی؟ میخوای ببرم جاجرود اونجا ماهی بگیری؟ ما روزی یه قسمت بعد اینجا ضبط کنیم نمیتونیم بریم بیرون که همینجا بشین ماهی تو بگی از زندگیت لذت ببر آها از اون نظرها راست میگی باید لذت ببر به به چه هوای مطبوعی چه آسمان زیبایی نه نه اردن بله میگم تو برای تولد عیالت منیجه خانوم چی کار میکنی؟
هیچی، من میبرمش یه رستوران شام میخوریم، یه شاخ گلی چیزی میگیرم، با یه کتاب شعری چیزی همچنون. مرگ برای چی میخندی؟ فقط شام میبریش بیرون. ببین بیچاره بدبخت، حالا اینا که میگم گوش کن. خاندان جابری باید براشون تولدهای آنچنانی سنگین بگیری، کادوهای سنگین گرون قیمت، طلا، جواهرات، الماس، همینجوری بریزی رو میزه. ببخشین، همسر من یه کمی با همسر شما فرق داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه منیژه اصلا در قید مادیات نیست. اون چی که زندگی ما رو گرم نگه میداره عشقه، عشق. افتاد الان؟ من اگر منیژه رو میبردم توی کلبه خرابه هم با من زندگی کنه چیز بود، اون ماهی تو بگی با. باش، تو درست میگی. میگم بامشاه؟ بله. تو فکر میکنی اگه من یک شاخ گل بگیرم با یک کتاب شعر و اینا منیژه ناراحت میشه؟ تیکه تیکت میکنه، خفت میکنه. مزخرف میگی؟ اصلا اینجوری نیست، اصلا منیژه اینجوری نیست، یه زن تحصیل کرده است. باشه، تو راست میگی. ببینم، این یارو کوروش نمیاد امروز؟ نه، با جی جی رفتن جایی مثل که قلابشو داده به من. میگم بامشاه؟ بله. تو فکر میکنی منیجر ناراحت بشه؟ نمیدونم، شاید. لیوان بودا، دیدی؟ بریم؟ بریم آقا، بریم دیر. ببین ماجی جان، من فرد با رهت خوب رو عزیزم، نباید بذاری کار درمانه به اینجا بکشه. خب؟ به خاطر اینکه چی؟ گفتم صد بار فندق و با پوست نخور، از این بعدم خوردی نخه دندون بکش. باز کن. آفری ماجی، آفری. سلام. 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 بله. میگه که بامشاد با شما نیومده؟ آهان، بامشاد اومد رفت خونه استراحت کنه. وای، واقعا خسته نباشه. درجا خسته میشی؟ خسته که هستم، ولی خستگی ناشی از کار شیرینه. اردن، کاش دادی اینجا بود این حرفای تو رو میشنید تا دیگه به تو نمیگفت کدوی تنبل. نه دادی که خب میدونی شوخی میکنن، تو خودت میدونی ددی چقدر منو دوست داره. ددی؟ اصلا نده، اصلا دوستت نداره تو رو، ریخته تو نمیتونه تحمل کنه ددی. ولی خب من به تو افتخار میکنم، زیاد ناراحت نشو، چون واقعا تو در این یک هفته 5 تا کار پیدا کردی و همه مدیر عامل رئیس، مدیر عامل رئیس. نه کار که زیاده، اونایی که میگن کار نیست تنبلن، از زیر کار در رو هن. منیجه؟ بله. یه دقیقه اونو قطع کن. ببخشید. من خیلی خوشحالم. برای چی؟ برای اینکه امروز روز تولدت. اردن، تو یادته؟ من مگه میشه چون این روز مهمی یادم بریم؟ بهترین روز زندگی منه. از ته دلت میگی نور اردن؟ به قیافم میاد که الان از ته دل نیست. نه، در میگوره. میگم که منیژه، دوست داری که تو این روز تولد، در واقع روز تولد تو چیکار کنی؟ واقعا در خب روز تولد چیکار میکنن معمولا؟ ها؟ تولد میگیرن. نه، منظورم اینه که یعنی مثلا برنامه خاصی نداری؟ مثلا چی ارده؟ من یه دوستی داشتم، این مواقع تولد خانومه، با هم دوتایی شام میرفتن بیرون، یه رستوران عالی، دوتا شمع روشن میکردن رو میز، انقدر رومانتیک. وقت تولد و بعدش میگرفتن نه؟ نه دیگه، همون میشد تولد دیگه. همون میشد تولد دیگه، بعدش تولدی در کار نه؟ همون گل. یعنی تولد همون بوده که نه؟ لابد کادام گل میبرده در خونه‌شه. گل میبرده با مثلا یه کتاب شعری چیزی. ببخشید، اون وقت این خانم دوستتون بعد از این ماجراها از دوستتون جدا نشدن؟ دهنتو باز کن میگم. نه، تو رو نمیگم ماجی، دهنتو باز کن. چه آدمایی پیدا.
ساکت. خب یعنی اردل؟ بله بله. اصلا این دوست تو کی هست که من تا رو ندیدمش که اینجوری تولد میگیره؟ یه هچه آدم مزخرف بی خودی بود. من الان 10 ساله باش قطع رابطه کردم. باریکلا اردن، میدونستم که تو آدمی نیستی که با اینجور آدم رفت آمد بکنی. اصلا این آدم ها رو باید کشت. باید بمیرن. بله. بمیرن. مزخرف. میگم معلومه که میگم معلومه که ددی هر سال برای شما تولدهای بزرگ میگرفتن، نه؟ اردن نمیدونی ما تا 18 سالگی بودا. خب 7 شبانه روز همچی ددی برای ما تولد میگرفت. یه هفته؟ آره یه هفته. بعد میدونی چیه؟ همچی ما کوچولو بودیم دوست داشتیم 3-4-5 هزار تا مهمون بیان برن. 5 هزار نفر مهمون؟ اردن یادت موجی یه بار ما تالار مناسب گیر نیوردیم برای موجی. خوب اون وقت میدونی ددی چی کار کرد؟ کجا رو اجاره کرد؟ استادیوم آزادی رو. همش کاغذ رنگی آویزون بود از دردی. آره مهمون و موج مکزیکی میرفتن یادت موجی. ولی من پارسال تولد نگرفتم. شوخی میکنی؟ جدی میگی اینو؟ جدی میگم اردل، به خاطر اینکه توی جابرآباد خب سیل اومده بود، اصلا ویران شده بود جابرآباد. اون وقت من به ددی پیشنهاد دادم، یادت موجی جان سرتو بذار، من به ددی پیشنهاد دادم که پول تولد منو اصلا برای امور خیریه صرف کنیم. و ددی چه کار انسانی واقعا، من به تو افتخار میکنم. و ددی با پول من جابرآبادو از اول ساخت و با پول اضافه هاشم خب یه چند تا دانشگاه و کتابخونه و مدرسه. آره ببین دبیرستان مجده چون بزرگتر بود دبستان منیژه رو ساخته بود اینجا. خیلی خوب باش. میخوایی میخوایی امسال هم همین کارو بکنیم ها؟ نه همون تولدو میگیریم. موجی میگم که به نظرت اردل برای تولدم چی میخره؟ هلیکوپتر. هلیکوپتر. چی داری نه هلیکوپتر رو؟ بگو. هاوشی کرافله. سلام علیکم. خسته نباشید. خسته نه بابا، خسته چی؟ کمک از دست من ساخته است قربان براتون انجام. بله کمک از دست من ساخته است. کمک من. سلام علیکم. سلام آقای پشندی، شما این ایشون هستن آقای پشندی؟ کارت تبریکی بود. کارت چیز چرا فاکتورشو بده من؟ چی خبره این؟ قربان من تا حالا کارت دعوت به تولد ندیده بودم. چقدر جالبه، تا حالا من ندیده بودم کارت تولد. جالبه خیلی. من بفرم اینا رو باید الان چی کار کنیم؟ شب؟ بله باید بشینیم. این کارت دعوت مهمون هاست. بله بله. تمام این تمام این کارت دعوت ها رو بشینیم بنویسیم دونه دونه. چشم. فهمیدی الان؟ حالا چند نفر هستن قربان؟ من نمیدونم که نزدیک 800. سلام اردل جان. آقا خیلی تبریک میگم، مبارک باشه. آقا چکات حاضره؟ بگین. بله. جنس خوب بهت دادن عمری. کیفشو بکنی. این دست چک کلن پر کردن. خیلی خوب، دست درد نکنه. کادوی تولد. این فاکتورش هم الان ببین. بله. فاکتورش پیش منه. فاکتور دست شما ندیدم. این فاکتور هم حمل و نقل دیگه عزیزم. آره چه خبره این قربونت؟ ای بابا یخچال ساید بای ساید 48 فوت بهت دادم قربونت برم. اینقدرم که نمیدونی وزنش چقدره که تازه توش هم که پر کتاب شعر کردی که. بله. آره آقا بده من فاکتورتون. آره آقا جون پولش هم بده. ان شاء الله خدا کنه همیشه 100,000 تومان عروسی باشه با تولد. آره قربونت. زنده باشی.
این دوباره یه 100,000 تومنه. دست درد نکنه. کپسول گاز برای چه؟ این 50,000 تومن. خیلی خوب. آقا خیلی مبارک باشه. قربونت برم. خواهش می‌کنم. مبارک باشه. خیلی ممنونم. قربون میگم که خیلی منیژه خانم خوشحال میشه. خیلی. آره. شما یه شوهر واقعا نمونه هستید برای آره. شما. بله بله. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ چه خبر؟ اینقدر ما کار انجام دادیم اردن، میدونی رفتیم کیکم و سفارش دادیم، اینقدر خوشگله. آره پروانه با بالهای رنگارنگ. آخه کیکتونو خیلی خوب، خیلی خوب. اردن؟ بله بله. میگم که از این در تو نمیاد ولی کیک تولدتون. آره کیک تولدت از این در تو نمیاد مگه؟ چقدر؟ ببین میدونی چی کار میکنم؟ نگران نباش اصلا. جره بله، جره سقیل میاریم اینجا کوچولو، بعد از بالای در میاد تو. میگه مثل پروانه. مثل پروانه از آخه. بله؟ بله؟ میگه که بام شاد و امروز شما ها ندیدی؟ بام شاد و نم، فکر میکنم کار زیاد بود، خود چه جورایی گم و گور کرد. نه، منظوری نداره مجده جون، میگه که اگه بام شاد خانه دید بگین که بیاد پیشش. میگم چشم خدمتون برسن. اردن، نگران ارکست نباشی یا ارکست، اصلا نگرانش نباش. من خودم اصلا گفتم همه کار ردیف هتل رو رزرو کردم، یه راست میرن هتل. هتل میرن ارکست؟ چطور؟ چه ارکستیه؟ اردن، از کجا میرن؟ از فرودگاه که یه راست نمیتونم بیان اینجا، یه حرفایی میزنم. فرودگاه مگه چه ارکستیه؟ ارکست فیلارمونیک لندن. پدرم در اومد رازیشون کردم. فیلارمونیک لندن میان اینجا؟ آره. خدافیز باش بریم. همین که باش دیم. سایه. بله بود. میگم بیا برگردیم قضیه. آف قربون دهنتون. شام میبرم ایشون بیرون. حوصله ندارم میزنم له و لوردت میکنم. به من چه ازنن؟ من... تو برای چی نگفتی که این خانواده اینقدر خرج داره؟ آخ یادم رفت. من چون میکشم تو میکشم. یادت رفت. برم کنم. بسته تو بکش. دعوا نکنیم اینم، دعوا نکنیم، میندازم بهتون بیرون. دیدی این به من حمله کرد؟ بفهم حمله کرد؟ منم اگه 750 تا مهمون دعوت میکردم حمله میکردم به همه. چیه؟ اختراع خودمه. کیک؟ تارت ژامبون مرغ و توت فرنگی. آه آه این چیه؟ خودم اختراع کردم، قراره کافی شاپ بشه. کیک ژامبون مرغ و توت فرنگی. ژامبون مرغ با توت فرنگی؟ آره. میدونی مشکل تو چیه؟ بگم بهش مشکلش چیه؟ مشکل تو اینه که ذائقت و جرأت نداری که عوض کنی. تو ذائقت به این غذاهای معمولی و همین چیزای بی ویتامین و خاصیت و اینا عادت کرده. تو باید جرأت داشته باشی ذائقت رو عوض کنی. مثلا اینو امتحان کنی، برداری ببین. الان یه ذره افتضاح شده. این مثلا با ژامبون گوشت من درست ژامبون گوشت درست می‌کردم بهتر می‌شد. ها؟ اوه، اعصاب ندارم. بشین به جای این کارت‌های شبو بنویس. بسیار خوب باشه. ایراد نداره، من می‌نویسم. به هر حال پدر زن پولدار گرفتن، این دردسر هم داره دیگه. بله. بنویسین و بگی. بله من. شام هتل نوشته اینا. نمی‌خوری اینا رو. چرا پس شام تو هتل؟ چرا؟ 750 نفر رو بردارم بیارم اینجا، جا دارم. یه سری تو هتلن 750 نفر، اون خودیا پا میشن از هتل میان اینجا برای شام. ایراد نداره. چند نفر هم مثلا؟ 738 نفر اونایی که میان. میان. بیا آروم میشی. ناراحت نباش. من این کیک تو خوردم چون غمگینی. دوست داری تو وام شدن؟ مرگی بخوری، من اینجا دارم میمیرم، داری کیف کیک کوف میکنی؟ حتی باش. دستت واقعا درد نکنه، بسیار خوشمزه شده. فقط یه مقدار اون نمکی یادگارش کمه. یادم میمونه. ما چی فکر میکردیم چی شد؟ همه چی برعکس شد. اتفاقا منم همین فکرار میکردم. فکر میکردم که خانواده برام، یعنی پدرزنم خونه بگیره، ماشین بگیره،
بعد دیگه الان پول تو جیب من به زور میگیرم. شما واقعا برای پول ازدواج کردی؟ نه، من اینو میخوام بدونم. نه یعنی چی پول؟ چی یعنی کی؟ درست هر فعلکی هر چرت. تو خجالت میکشی اصلا این تفکراتو در مورد ما داری؟ یعنی پس به خاطر پول نبوده؟ نه من میخواستم نه من میخواستم یه راهنمایی بکنم شما رو، حالا که به خاطر پول نبوده هیچی اصلا. به کارتون برسیم بنویسیم. باز کیک دوست داره، این کیک دوست داره اینا. آره حالا اگه فکری چیزی داری بگو بچه. واقعیتش اینه که آقای جابری حق داره، یک مقداری حق. برای چی حق داره؟ حق داره دیگه. آخه به چه بهانه ای به شما پول بده؟ اون فکر میکنه همینجوری به شما پول بده بهتون بر میخوره. تو فکر نکن که ما به خاطر مادیات و این چیزا ازدواج کردیم. من شخصا اهل مادیات نیستم. من فقط عشق و علاقه بین من و عیالمه. من اگه منیجه هیچی در زندگی نداشت بازم باش ازدواج میکرد. چرن نگیم بابا، چرن یعنی نگیم. پول برام اهمیت نداره. فقط دست هم بگیریم یکی که نانی بود. فکرتون چی بود میخواستی بگیریم؟ چرن نگی، من جای شما بودم ها تا الان جابری و یعنی چیکار شما کنیست؟ توی دم و دستگاه این آقا یعنی یه جایی برای شما دو نفر نیست؟ نمیتونه ببرم لال و یه جاهایی اگر شما هم برین داماداشیم میدونی به این چی میگن؟ نه آقا جا رانت خاری. نه عزیزم، همون قضیه مگه برج نبود داشت برج میساخت کنفمون که ول کن بابا. اصلا دیگه به ما اطمینان نمیده. بابا چی داریم میگین؟ آخه شما داماداشی اگه یک خلافی هم یه روزی بکنین کسی نمیتونه شما ها را اخراج بکنه که ها؟ بعدم این بابا شرکت داره، مرغداری داره، کارخونه داره، اردل مثلا میتونه بشه رئیس مرغداریش. شوخی نکن، من حوصله ندارم. شوخی ندارم آقا. ای وای. حالا میگی چیکار کن؟ اینو حتما بذار خانواده ما. آقا اصلا شما چیکار به این کارا دارین؟ من میشم مدیر برنامه شما. ظرف یک هفته تو حساب هر کدومتون 100 میلیون تومان پوله. این وظیفه یک پدر زن پول داره که به دامادهای بیکارش. دامادهای بیکارش؟ ما به خانمامون گفتیم که میریم سر کار، شغلمون هم خوبه. پس اول باید بیکار شین دیگه. حله ها؟ خوبه. این که این کاکایی ها مونده نمی کنیم. ای کارت بخور اون شکمه. درسته بطور این اصلا حرفش هم نزن. دادی جون آخه نمیشه که عمه حوریه نه تولد نه؟ اون حرفه عمه حوریه حرفه مگه حرفه عمه بکو به تربیت. تو مثلا داری با بزرگتره در میزنی محشک. من اصلا از ریخت و عجوزه بده من میایا. آب ما با هم تو یک جو نمیره. سلام. چرا اینقدر ناراحتی شماها؟ من از شدت خشم نمیتونم هر حرف بزنم. تو بگو. ما اخراج شدیم. اخراج شدیم؟ بله. میدونستم دیگه. دو تا داماد دارم، یک از یکا بیورزه تر. به درد لای جرز دیوار میخورن. دادی جان این دفعه فرق میکنه. ما با افتخار اخراج شدیم. بله زیر بار کاسه های زشت و پلید مدیر کارخانه نرفتیم. سی. اخراج با افتخار دیگه چه شکلیه؟ پدر جان رئیس کارخونه؟ توی روغن نباتیاش دنبه قاطی میکرد. بعد میخواست به ما رشوه بده، ما قبول نکردیم. بله، حتی به خاطرش این انقدر کتک خورد. بعد انداختنمون بیرون. تو یه قهرمانی اردل. ولی چه فایده حالا که بیکاریم؟ من که آره کاخوامه، من پیرم بیرکم میکنم. ببخشید من متوجه نشدم. میگه که من میرم اون کارخونه رو سر صاحبش خراب میکنم. نه حالا شما نه اصلا نیازی نیست. چون من شخصا اینقدر زدمش این مدیر کارخونه رو. بعد بگو. بعد من انداختمش تو همون دیگه دنبه. آه من به تو افتخار میکنم قهرمان. حالا نه ناراحت نباشین، فردا روز تولد منیجه است. پاشو بریم که اون کاغذ رنگی ها رو از تو انبار بیاریم. بریم. اما رازم نبیا چطور شد؟ دلمون
یعنی دلشون برامون کباب شد. اصلا تحسینمون کردن. خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اون چیه؟ این سیرابی گلاسه. سیرابی گلاسه؟ بله. بگی اون برانو چیکار کنیم حالا؟ حالا حالا واه. خیلی خوش. شماره خونتون رو بگی، اصلا حرفی نزن. شماره خونتون رو بگیر. شماره خونه؟ شماره خونتون رو بگیر. واقعا خوش بگیر. میشنوم. الو؟ الو؟ سلام علیکم. منزله آقای اردلان پشندی؟ بله. سلام علیکم. من مسکونی هستم از اداره واردات صادرات، همون شرکتی که آقای پشندی کار میکردن توش. بله. بله. شما خانمشون هستین؟ بله. صدای من نه ایراد از تلفن شما هستم. بله. خانم، عرضم به حضورتون که از موقعی که این آقای اردلان پشندی و اون دوست چاقشون، از وقتی که این دو دوست عزیز از شرکت ما رفتن، اصلا شرکت ما برشکسته شده. تا موقعی که بودن، عرض کردم خدمتتون، ما همینجور داشتیم سود میدادیم، 10 برابر، 100 برابر شرکت ما داشت سود میداد. من یه خواهشی ازتون دارم. بله. به ایشون بگین که، به ایشون و دوست چاقشون بگین که من ماهی 1,000,000 تومان حقوق میدم، سهام شرکت به نامشون میکنم. من فقط خواهش میکنم دوباره برگردم شرکت ما. من از شما صد است. بله بله. بله، بسیار. خواهش میکنم. سلام برسون. خدا حافظ شما. خدا. بریم پایین. بعد ببینیم باهاتون چی کار میکنم. بابا تو نابغه ای؟ برو حالا دیگه بغلم نکن. باشه. برو پایین دیگه. برو دیگه. ببخشید. این قسمتم تموم شد. من کی باید وارد شم اینجا؟ تو اینجا چی کار میکنی حالا؟ همین واسه همین. برو سکانس بعدی بیا. برو الان 1000 تو هاگیر واگیر ده. برو! برو حالا بد شد اینو بذار بره. یه بزی تا مال منم بگیم. براتون کاغذ رنگی های کشی رو بردیم که بچسبیم. معذرت میخوام، چیزی شده؟ اردل؟ بله بله. میگم یه آقای زنگ زد. خب بله. بعد گفت رئیس شرکتتونه، آقای مسکونی. آها. آه بابا این هر وقت زنگ زد بگو نیست مزخرف. آره بابا 100 دفعه تلاش زنگ زد. ببخشید میشه ترجمه کنی؟ بله، میگه که ماهی به شما 1,000,000 تومان حقوق میده. اون 1,000,000 بخوره تو سرش. اینقدر از این کارهای متفاوت و پرپول هست که ما اصلا. بله. پس چرا سر کار نمیرین گامبو؟ پدر جان، اول برای ما قبل از پول شرافت کاری مهمه. میدونین من هرگز حاضر نیستم مدیر شرکتی باشم که کارشو از راه رشوه و کلاهبرداری پیش در مقابل مردم مسئولیم. مسئولیم. بله. واقعا آفرین به این همه غیرت و شرافت. بله. دادی میبینی این همونیه که بهش میگفتی کدو حلوایی. مرده میگفت که شما سود کارخونه شو در عرض یک هفته چند برابر کردی. خب بالاخره این اعتراض به تخصصهای ویژه صادرات و واردات. بله. میگه که آقای باب شد شما که دیپلم ردی هست. نه من یه توضیحی بدم. ببینید یعنی تجارت اصلا ربطی به تحصیلات نداره. یک موضوع کاملا ژنیه. میدونید من خودم شخصا در 4 سالگی خط تولید کارخونه پشمک سازی زدم. بله 4 سالگی. ولی خب چه فایده؟ اون موقع واقعا کسی نبود که از این استعدادهای من استفاده بهینه بکنه. بله. بهینه اردل. بهینه بکنه. بله. بهینه. استفاده بهینه بکنه. بله. به هم. هاو. همگو. به به. بله. بابا. و تو کار. بله. بله. سلام علیکم. عزیز من، هی زنگ میزنی اینجا آقای مسکونی. عزیز من، من اصلا حوصله، امروز روز تولد همسر منه، اصلا راجع به کار من نمیخوام صحبتی بکنم. قربون ماهی 600,000 تومان. ماهی 600,000 تومان. شما اگر ماهی 1,000,000 تومانم
به من بدی من هرگز بره بینیم بابا صدا تو واسه من بلند نکن بینیم بابا حاصله داری کلاه بردار تو یه کلاه برداری بیش نیستی دنبه میزنی لایل روغن نباتید فکر کردی مثلا اینجا ازه بده بینم ماهی میگه 1,000,000 تو همه تو میدهد بره بابا منم گوشی الو الو من معذرت میخوام ببخشی از کجا تماس میگیری؟ من فرم پر کرده بودم بله اجازه بدی من توضیح الو گوشی گوشی الو 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 قطع کردم تو اینجا چی کار میکنی؟ بله تو اینجا چی کار میکنی؟ شما گفتی بیام که کاغذ دیواری ها رو بزنیم به دیوار و رنگی و اینا پرید آها یکی بیرونه با شما کار داره راستی کیه؟ میگه جابریم خب چلوک جابری که من هستم آقا آقا بیا ببخشید خیلی عذر میخوام هنوز نوبت من نشد این سریال دیگه تموم شد قربان برو سکانس بعدی برو برو چشم آقا بفرمایید نوبت شماست بگردد این آغر چی گفتن میگه داداش امیر داداش امیر داداش امیر داداش امیر داداش امیر اومده دادی راستش من تمام سعی خود خاره کردم که خود را برای جشن تولد خواهر کوچولوی خودم برسونم وای داداش امیر چقدر کار خوبی کردی میدونی من اصلا دلم برات یه ذره شده بود اردن داداش امیر تو دانشگاه نیوکمپ بارسلون فلسفه میخونه عجب بله من هم همینجور خواهر جان من خب امیر خان درس تمام شد بابا والا راستیتش پدر جان نه درس من تمام نشده والا راستش بخوایی درس های دانشگاه من اقنا نمی کرد تصمیم گرفتم که برگردم به کشور خود خواه و در خدمت شما و مردم خود خیشتن باشم نفذ من این همه پول بر تو فرستادم که چی؟ که درس نیمه کاره تمام کنی بل کنی برگردی انجور که دیگه بعدش مثلا چی پدر جان درس دانشگاه که من اقنا نمی کرد گفتم که بیاییم در خدمت پدر جان زیر پلوبار ما رو بگیری بلکه ما بزنیم تو خط تجارت و ترانزیت و که چی اوضاع ما همچنین کمی بهتر بشه و بتونم که به مردم خودخواه و خانواده و کشور خیشتن کمک بکنم طرف از خود به جان خودم نه بابا آدم حسابیه بله حالا بگر بگویم بابا همه هم خیلوه من بگر خوبم بگم که یه عبه من این ما هم بگر این را عبه همهم این بامپر این آره همه پرخ آبی رو خفم بگر رو همه بگر با همه اون همه هم بگر من با نظر شما کاملا موافقم آبجی مشک جان واقعا خوبه اصلا من کاملا موافقم داداش مثلا میخوام چی گفتم ببین داداش امیر اردل خب میگه که حالا که من میگم که همه خویا با مجده هیجان زده شده مجده میگه که حالا که داداش امیر اومدن اینجا بعد کاری هم ندارن ددی یه شرکت بزنه اون وقت داداش امیر رو همه شما هم برین تو شرکتش کار بکنید این فکر خوبیه ددی ددی آره. ببخشید قربان یه کامیون بار میوه آوردن منتظره که پولشی بهشون بدید برن میوه؟ آره میوه برای چی؟ یه کامیون من هنوز نوبت هم نشد که بیام یه کار دیگه میکن آقا از ساید بگیرین تصویر تو الان هرچی دلت میخواد بگو خداحافظ ساید میخواد احتمالا چیزایی بگی بریم بینندگان عزیز خدمتتون عرض کنم زیاد رو برنامه بعدی همچین حساب نکنید وای چه گلای قشنگی داداش بیژن است اینا رو ببین
شیوه ها رو. گرفته صدا چرا موشی؟ میگم موشی داری میخوری میوه ها رو نه؟ نه میگه همان بوده موشی دهنت پره بله دهنت پره و توت فرنگی ها که باید این رو بچیدی ببین نانید اینجوری به نظر میاد تا یه نموره تسات ضعیف شده فکر میکنی دهن من پره این اینجا بهتره موشی جان دانش بیژن عاشق توت فرنگیه تو چرا توت فرنگی رو نچیدی روی اونه که خوشحال بشی؟ توت فرنگی؟ ببین من نیست هیچی توت فرنگی اونجا نه من فکر کنم آقای میوه فروشه یادش رفته توت فرنگی رو لای بقیه میوه ها بذاره موشی داداش امیر عاشق توت فرنگی و حالا ما آبرومون پاک پیشش میره چرا اردل آقای باب شد نیومدن موشی همین سر رفته شیر من نیست مطمئنم توی ترافیک موندم ترافیک چیه موشی جان همین سر کوچه است نه بابا یاسی دوست من بود معنی تو برد زندگی میکرد تو تصور کن توی پارکینگ بردشون همیشه ترافیکه نمیدونم شاید بابا آره این از درست سلام سلام بام شاد تو یک ساعتی رفتی یه شیرینی بخری چه وضعیتیه؟ خواهش میکنم سر من داد نزنید تو ترافیک بودیم این چه طرز حرف زدن با منه بام شاد شیرینی فروشی سر کوچه است ببخشین آقای بیژن هنوز تشریف نیاوردن؟ نه اردل هنوز نیومده ولی تا شما برین به سر و وضعتون برسین دیگه پیداش میشه معذرت میخوام مگه سر و وضع ما چشه؟ من که خوبم اینم که به سر و وضعش برسه یا نرسه که فرقی نمیکنه فابریک همینجوریه بعد میخوام ببخشید شما برای خودتون همینطوری چی میگینا داداش من سالهاست نیومده بعد شما توقع دارید این مسئله اصلا براش مهم نباشه من تو برات مهم نیست که داداش بیژن من داره میاد من هم چی حرفی زدم من الان هم چی حرفی زدم من انقدری که خوشحالم که الان داداش شما داره میاد اگه داداش خودم داشت میومد آقا خوشحال نبودم مگه نه بام شاد راستی داری میری به سر و وضعت برسی اون دستمال گردن زردارم حتما ببند نه من از این خوشم نمیاد نمیبندم چی دستمال گردن زردارم من برات خریدم بام شاد نه منظورم این بود که چون ست نیست رو میبندم سته ببند دستمال گردن زردم که تو ببندی واسه خودش عالمیه ها من عمرن نمیبندم عمرن اگه ببندم حالا ببین کسی نمیخواد حرفی بزنید وای بیژن انقدر این چند وقت دلمون برات تنگ شده بود که فقط دلمون میخواد چی نگات کنی ولی من ترجیح میدم که شما حرف بزنید آخه داداشی بیژن شما اون طرف بودی حالا اومدی اینجا شما برامون تعریف کنی اون بر که تعریف کردن اونچنانی نداره اونجا انقدر زندگی سخت و طاقت فرسایی که دیگه بر تعریف کردن چیزی نداره تمام سختی ها و درد و بلات و مشکلاتت بخوره تو سر خوارت میدونی ما اونجا اونقدر سخت بود زندگی صبح تا شب ما درس میخوندیم شب به بعدم کار میکردیم باز زندگی اونجا سخت بود باز من چون توی نیو کمپ بود دانشگاه نیو کمپ درس میخوندم سخت بود باز اگر توی سانتیاگو برناو اونجا درس میخوندم تحصیل میکردم یک ذره همچین ساده تر بود ولی خب من شاگرد اول دانشگاه بیدم اونجا شاگرد اول دانشگاه من بیدم ولی خب قضیه اینه که دل من بر وطن خود من تنگ شده بید برای مردم خود من برای بابای من خواهرای تنگ شده بید دیگه نمیتونستم غربت اذیت میکرد دیگه نمیتونستم درس بخونم برگشتم ولی من اصلا باورم نمیشه که تو ازدواج کرده باشی آبجی مشک یادت اون زمانی که چاق بیدی هم تو چیزی بیدی بهت میگفتیم مجده چنبا میگفتیم هیچ که حاضر نیست که شوهر تو بشه بیزن من اصلا یادم نمیاد نه که تو یادت نمیاد همون زمانی رو میگم که منیجر هم تو دماغی داشت میگم که ماشی جون یه چایی بیاری بد نیست خب ناراحت میشی چرا منو به خودت میبری آخه ای وای بفرمایید چای شیرینی بخورید من شیرینی فرمودین که اونجا فلسفه میخوندین بله؟ بله همین الان من گفتم که فلسفه میخوندم بله گفت آن بله فرمودید خب پس
بفرمایید میوه بفرمایید. نه من نمیخوام. نارنگی. نه دو. میشه که تلویزیون نگاه کرد؟ بله. تلویزیون. بله 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 بله. اما جربر و کابیانپور به این ترتیب بله. نگاهش کن. اونه نگاه کن. این جلاکه میدامه نگاه خواهد. و بزن دیگه. و بزن دیگه. بفرمایید اینم چایی. بفرمایید. فوتبال نگاه میکردیم. نه آبجی مشک من که میدونی که از فوتبال ازم ریخت فوتبال من متنفرم. این شوهرای شما داشتن نگاه میکردن. اردل خب اون تلویزیون رو خاموش کن مگه نمیبینی داداشی بیژنم من نشونم. من فوتبال من فوتبال نگاه صداش هم بی زحمت ببرید. میدونی بیزن چیه؟ خیلی شوهرای خوبی هن. فقط دیگه حالا این که بابا هو هو حرف هم نمیزنن اونا. آخه بفرمایید چایی. بله. یه چیزی بگو اردل. من چی بگم من؟ میگم همون از اون ور میگفتین میفرمودین. ها اون چیز... من ببخشید من میونه کلامتون من یه دستشویی من برم ببخشید. من با اجازهتون برم یه دستشویی. شما دوتا با هر دستشویی میرین؟ نه من دستشویی منزل خودم میرم. آها وای بیزن، بایشان اینقدر با مزه است، آواز میخونه برای من، حالا میگم واسه یه دهن بخونه. میگم که من اعصاب اینو ندارم ها، هر شب هر شب نکشونش اینجا ها. خب به من چرا میگی؟ خانم خودت دعوتش کرد. میدونم خودم، پسر الاف رفته برای من با پول پدرشو خرج کرده ول گشته حالا اومده فیلسوف شده واسه ما. آره راست میگه. الان میرم یه باید کاری... حالشو بگیریم. من الان میرم دیگه. الان میرم حالشو. بایسا بابا الانو نمیگم که ما باید نه بذار من برم حالا وایسا. نه حواست چرا نیست؟ مگه ددی قرار نیست یه شرکت بزنه بده دست این که ما تو اون شرکت کار کنیم؟ آره راست میگی. چرا؟ و چی میگی حالشو بگیریم؟ خب نگیریم. من گفتم نه. پس حالشو نگیریم. نه حالشو نگیریم. از این لحظه بعد باید تحویلش بگیریم. آره ناجور میشه ها. آره باید تحویلش میگیریم. تحویلش بگیریم. ولی تو آخی گفتی که نه. آره من چی گفتم؟ نه تحویلش. نه چی گفتم من؟ گفتی دیگه. چی گفتم؟ من گفتم حالشو بگیری؟ نه من گفتم حالشو بگیری؟ من گفتم تحویلش بگیریم از اون. آدم حسابیه تحویلش. پس کارمون گیره اینه. چرا نمیفهمی؟ تحویلش میگیری. برو زشته اینجا بستی. خیلی ممنون از پذیراییتون، از غذاتون. من راستش بخوای خیلی وقت بود که غذای خونگی نخورده بودم. آخه میدونی چیه اونجا چیزه، من همش اونجا مجبورم که فست فود بخورم. چی میگین شما اینجا؟ فست فود. هم فست فود میگی؟ میگم داداشی بیژن هر وقت که خونه ددی شما حسنت سر رفت بیا خونه ما، اینجا خونه خودته. بله 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 ما اصلا اینجا منزل شماست. من اصلا کلید میسازم، شما هر وقت خواستی همینجوری این نه یعنی همینجوری تشریف بیارین تو. بله حسن بیا منزل ما زندگی. آره من موافقم. خیلی شما میمون نواز هستید. اونجا تو غربت اصلا میمون نواز نیستن یا جوری اصلا آدم بیساسی. خیلی ممنون مرسی. من میرم که دیگه. میگم داداشی بیژن من خودم تا دم در باهات میام. نه مگه ما مردیم؟ ما خودمون تا دم در شما رو بدرقه میکنیم. شما خواهش میکنم بفرمایید تو. بفرمایید شما. بفرم خواهش. بای بای. خدا حافظ. پرتتون میشه یک ذره بدید این بهتر که من خب خیلی خوش گذشتی دیدید. خواهش میگم که کی دوباره تشریف میارین پیش ما؟ من میام ولی الان چون یک مقداری سر من شلوغه باید به گرفتاریان برسم، به کارهای عقب مونده برسم که عشقتون کدوم کاره. منظور این بود که البته ما میتونیم با همدیگه اون کارا رو انجام بدیم. من میگم که ما یه جاهای خیلی خوبی میریم، یه جاهای خوبی بلدیم که اینجا خیلی به شما خوش میگذره بر تفریح. مثلا یه جایی هست ما میریم اونجا ماهیگیری. آره ببین ماهی داره یکی اینقدر دقیقا وزن داره 4 و 68 تا. فقط خواهش میدونی به
ایالا رو نگو چون ما رو میکشن، این سیکرت. میگن خوش بابا سکته کردم، چرا اینجوری میکنی؟ خدا چرا داد میزنی؟ ساکت بریم. کجا؟ اومده دمه در معطل شیش صبح. چی کجا؟ بریم بریم. وایسا میگم امروز باید حواست جمع باشه ها. آره آره. تمام ماهی ها رو باید اون بگیره، ماهی درشتاره ها. باش جو نگیرتت هلشید و هی ماهی بگی. هواش ماهی بگیری برو. حواسم هست بریم. وایسا امروز روز حساسی، موقعیت حساسی، میخوام شرکتش استخدام شیما. شنیدم. هر چی میگه بگو چشم. باشه. باید بهش خوش بگذره ها. باشه. جوک میگیم بهش ها. خوش میگذره بهش. خوب. باشه. بریم دیگه، بریم. وایسا. کجا میری؟ کجا میری؟ بریم ماهیگیری. من اول جلو میرم. وایسا. بله، البته بنده این خط مدتی هستی که به بنده واگذار شدی و من اطلاع چندانی از خط ایشون ندارم که شماره جدیدشون به شما بدم. ندارم. نه خیر. نه من بنده عرض کردم که این خط به بنده چه؟ تو مثل که حالیت نمیشه. هرچی به عباس آقا دیگه که دو گوگلو نکیه گفتن شماره شو ندارن دیگه. نفهم. بله. اومدی؟ بله بله. جسارتن کسی مزاحمتون شده بود؟ نه متاسفانه ایشون اشتباه گرفته بود و بنده هرچی سعی کردم که بهشون بفهمونم که این موبایل به بنده واگذار شده نشد. متاسفانه جوامع امروزی دچار یک موزل فرهنگی شدن و ما باید دچار یک راه حل خیلی فوری برای این موزل پیدا کنیم. هرچند که راه حل فوری نمیتونه جوابگوی این موزل باشه، یک چند نسلی کار میبره. بله بله بله. خب چطوره که فلفور بریم دنبال ماهیگیری که وقت تلف نشه؟ بله بله بله. بله بفرمایید خواهش. بله بفرمایید شما. بفرمایید شما. بفرمایید خواهش. خیلی وقت بود که من ماهی نگرفته بودم. ماهی هم ماهی های خودمون. ماهی های اون طرف آب اصلا حال نمیده. بله عرض کرده بودم خدمتتون که ماهی ما اینجا میگیریم این هوا. بله عدل راست میگه. بله. ما کمتر از کوسه و نهنگ خشبین اینا نمیگیریم. بله. من میگم که سر کار که میریم کدوم کار؟ بیایم اینجا قبل از اینکه بریم سر کار صبح به صبح اینجا با ما جمعی ماهی میگیریم. کدوم کار؟ بله؟ کدوم؟ آها کدوم کار؟ خب بابا همون کاری که بابا دیگه شرکت زده و گل در میاییم اینجا ماهی گیریم. ددی جان که به سلامتی شرکت تأسیس کردن دیگه هم کار هم تفریح. آره تفریح میکنه. من از الان بگم من که کنار پنجره میشینم. پنجره کجا؟ پنجره توی شرکت، چون من زودتر گفتم. من میگم پنج شنبه هم تعطیل کنیم، مثلا حال نمیده. البته میتونیم کار کنیم و اضافه حقوق بگیریم. اینم خوبه. من اگر اشتباه نکرده باشم بلد. شما دارین راجع به پولای ددی جان من صحبت میکنی. تازه فهمیدی. شوخی میکنه بامشاد، داره شوخی میکنه. خب بی خود شوخی میکنه. بله. شما بی خود میکنی که راجع به بابای من شوخی میکنی؟ مگر بابای من هم قد و اندازه شما؟ ببخشید من از طرف خودم و ایشون از شما معذرت میخوام. برای چی معذرت میخوای؟ برای اینکه با پدر شما شوخی کردیم دیگه. بی خیال داداش من. آره؟ ددی پولدار مال تیغ زدنه دیگه. یعنی ما هم میتونیم ددی شما رو تیغ بزنیم؟ آره داداش من، شما چرا نمیتونید تیغ بزنی؟ ددی پولدار با تیغ زد. اصولا تو جابر آباد یا پول دارن یا چترباز. تو خانواده ما چون بابای من سی پول داره من چترباز دارم. ماهی گرفتم بخور دیگه او کرمه بخور دیگه بیا بالا دیر پایی آخر من قرم.
سیدابون شده. سلام دادی جان، شما که تشریف آوردی؟ خیلی خوش آمدین، قدم رنج فرمودین، واقعا تشریف آوردین. کدوم گور بودین تا حالا؟ دادی جان، من اینا میخواستن که منو ببرن ماهیگیری، من با اینا نرفتم. اردل راست میگه؟ خیلی نامردی. بریم مامشا، تو نمیخواد هیچی بگی، من و تو بعدا با هم دیگه قشنگ صحبت میکنی. حالا لازم نکرده که جلو چشم من با هم دیگه دعوا بکنی. من اومدم بگم که بالاخره مجوز ثبت شرکت رو گرفتم. بله. دست شما درد نکنید دادی جان، خیلی ممنون که ثبت کردید. حرف نباشه، من امروز صبح پیش عمو جابر بیدم، بالاخره بعد از یک هفته تونست که مجوز ثبت شرکت بگیرم. مجوز چی را دادی جان؟ مجوز شرکت منچول با. نه دادی، مگه میشه؟ من اصلا باور نمی کنم. جدی نمیدادم، امتیاز منچول با را گرفتم. ببخشید منچول با یعنی چی؟ دادی شما منچولبا، همه میدونن منچولبا یعنی چی. شما چطور شاد؟ منچولبا یعنی پول، یعنی ثروت. دادی تو آخرشی. بذارید من توضیح بدم. منچولبا مخفف مرکز نهادینه سازی چالش ها و لوازمات بهینه سازی اموری. ها؟ دادی جان اجازه بدید که من بیام دست شما را ببوسم. لازم نکرده، تو بهتره که از این به بعد اخلاقت را عوض کنی، بهتر بشه. تو رئیس منچولبایی از این به بعد. بله دادی جان، من که شما خودتون مستحضر هستید دیگه، من به خاطر خدمت تشریف اومدم. شما دوتا هم از این به بعد کارمندای منچولبا هستین. فقط یادتون باشه که چون داماد من از این لطفه به شما کردم، آنا خبر نبید. من اصلا از داماد تنلش و ماهیگیر خوش من نمی آیم. چشم. دادی جان اگر اجازه بفرمایید، چون خیلی این خبر مسرت بخش بوده، این قضیه فرخنده را ما بریم جشن بگیریم اون بالا. Let's go. دادی یعنی این که الان از الان به بعد بیزن شده مدیر منصول با؟ آره. بله نفس جی، میخواستی که او داماد اون شوهر گوگل نک تو یا او شوهر چورتک تو رئیس منصول با بشه؟ من فعلا برم که خیلی کار دارم، باید برم برون منچول با یک ساختمانی هم بخرم. آبشه این قیبتش نباشه، نمیخوام سوسه بیام برد. آبشه